درود به بینندگان برنامه منگم آهورا. در چند برنامه آینده درباره موضوعاتی سخن خواهیم گفت که این موضوعات به ستلایت و ماهواره و جی پی اس و اینجور چیزا مربوط می شوند. البته این برنامه ها رو یه جوری تنظیم خواهیم کرد که تا آنجایی که ممکن است به طور فشرده و کوتاه این برنامه ها رو بگوییم، چون من وقت اونو ندارم که بیام روی جزئیات صحبت کنم. ولی خب به یک مسائلی خواهیم پرداخت که اصلا چطوری این ستلایت که میگن ستلایت یا ماهواره وجود داره و اصلا تلگراف یا جی پی اس چطوری اصلا کار میکنن. اصلا خیلی ها فکر میکنن که جی پی اس به وسیله ماهواره کار میکنه، ماهواره این فرستنده ماهواره این موج چیزو میفرسته برای این سلفونا. خب مردم ها میتونن اینطوری استفاده کنن، در حالی که اصلا اینطوری نیست و چیزی به نام ستلایت، دستگاهی به نام ماهواره اصلا وجود ندارد. در این برنامه ها به این مسائل خواهیم پرداخت، اما پیش از این که به این مسائل بپردازیم، یکی از دوستان در برنامه پیش کامنت گذاشته و گفته که ما درباره این داستان های تاریخی اسلام صحبت کردیم، بعدش در برنامه های دیگر همه چی رو نفی کردیم. همچنان که بارها در این برنامه ها گفته ایم، باز هم میگویم، هنگامی که من این برنامه ها رو آغاز کردم، خب دیدم هیچ کس تماشا نمی کنه. اصلا قشنگ یادمه شاید یه برنامه رو بعد از یه ماه میدیدم هنوز هیچ کس نگاه نکرده. چرا؟ چون هیچ کس با این برنامه ها اصلا آشنا نبود و با عنوان این برنامه ها اصلا آشنا نبود. ولی خب میدونستم مردم به چی حساسیت دارن، به چی علاقه مندن. اومدم یک چند تا داستان به اصطلاح اسلامی و تاریخی رو از اونایی که در میان مردم بود و یا از کتابای تاریخی نقل قول کردم، و هنگامی که اینا رو چیز کردم یواش یواش مردم با این برنامه ها آشنا شدن. هدف من تبلیغ برنامه های منگا و اهورا بود. هدف من این بود که مردم رو، توجه مردم رو به سوی این برنامه ها جلب کنم، وگرنه خودم میدونستم که اصلا داستان های تاریخی داستان های تخیلی است. حمله اعراب به نمیدونم کجا، همه اینها داستان های تخیلی است. خودم اینو میدونستم. وقتی خودم اینو میدونستم چطور میام که مثلا اینا رو دوباره تکرار کنم و به نام علم جا بزنم؟ من این برنامه ها رو به خاطر این درست کردم که توجه مردم رو به این کانال جلب کنم و اینها رو نقل قول کردم در واقع. و همچنان که گفتم مردم به این برنامه ها علاقه دارن، به این داستان ها علاقه دارن. چرا؟ چون بجز این داستان ها چیزی دیگه نشنیدن. من میتونم یک کلیپ درست کنم یا شاید دو سه تا کلیپ. حالا شایدم درست کردم، شایدم درست نکردم، نمیدونم. و توضیح بدم از روی همین سکه، از روی این سکه ها مثل این ها، از روی نوشته های روی این سکه ها، چون این نوشته ها در واقع نوشته های به اسلام مذهبی هستن، از روی نوشته های این سکه ها، این سکه ها دیگه مدرکن، مدرک از این معتبرتر هست؟ این مدرک پیشینیانه که به جا گذاشتن.
از این مدرک که معتبرتر نداریم. اینها سند و مدرکن، نه داستان های الکیاره کورش رفت زد نمیدونم کجا رو گرفت، اون یکی رو کجا رو آتیش زد، عربا آمدن چیکار کردن چیکار نکردن، بدون هیچ نشان دادن هیچ مدرکی. این مدرکه، من میتونم روی همین مدرکا، از روی همین مدرکا، از روی همین سنتا، از روی آیه های قرآن ثابت کنم که شخصی به نام محمد اصلا وجود نداشته است. محمد یک شخصیت تخیلی بوده است. خب حالا شما تصور کنید من بیام یک برنامه درباره این درست کنم و بگم که محمد یک شخصیت تخیلی بوده است و اصلا وجود نداشته. از اون طرف بیشتر از 1 میلیارد انسان خب به محمد باور دارن. حالا شما حساب کنید من بیام بگم محمد وجود نداره، اینا نگاه کنن چه عکس العملی از خودشون نشون میدن. خیلی ازشون اصلا انقدر عصبانی میشن که اصلا کامپیوتر رو از پنجره پرت میکنن پایین. بجز اینکه دیگه خیلی دشنام های خیلی 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 رکیک زشت به ما میدن اونا به جای خود. چرا؟ چون برایشون در ذهنشون، در مغزشون این مسئله جا افتاده که محمد وجود داشته، آره حمله کرده غزوات محمد، جنگ کرده، کجا رفته کجا نرفته، بجز اینها چیزی دیگه این نشنیدن. خب معلومه، خب به اینا باور دارن، به حرفای من که باور ندارن. شما حساب کنید من این برنامه رو درست کنم، 1 میلیارد انسان رو من چطوری میتونم خانه کنم، در حالی که من واقعیت رو میگم محمد اصلا وجود نداشته. اصلا خود این همین یک سکه نشان میده که اصلا محمد وجود نداشته. این نوشته لا اله الا الله وحده لا شریک له، این نشان میده که آدمایی بودند که شریک برای الله قائل شدن. ولی اینایی که این سکه رو، الان این سکه ها نیست، اینا نمادهای مذهبی هستن. اونایی که اینو نوشتن به این باور بودن که نه الله یکتاست و شریک نداره، همه لا اله الا الله وحده لا شریک له. تاریخشان نوشته 79 یعنی 79 سال 79 حالا میگن این سال 79 سال هجری قمری بوده، در حالی که این نیست، اصلا محمد وجود نداشته که تا هجرت کنه. حالا من نمیخوام درباره این صحبت کنم، درباره تاریخ صحبت کنم، تاریخ این سکه ها، ولی اصلا همچی چیزی نبوده که محمد وجود داشته و این تاریخ تاریخ هجری قمری نیست. و حتی در اینجا الله احد، این سوره اخلاصه، قل هو الله احد، در حالی که اینجا نوشته الله احد، قل هو نداره. چرا قل هو نداره؟ این یه مسئله است. در اینجا نوشته لا اله الا الله وحده، در اون یکی نوشته لا اله الا الله وحده لا شريك له، لا شريك له داره، دنجا لا شريك له نداره. حالا میگن تاریخ نیستن، میگن که این سکه های امویان است. از روی همین سکه ها و از روی ها آیه های قرآن دیگه، آیه ها نوشتن دیگه، من سند میارم، سند خود قرآن، نوشته های قرآن، میتونم ثابت کنم که آیه های قرآن اشخاص مجهول نوشته اند و شخصی به نام محمد نبوده، همون آیه های قرآن. بنابراین من این برنامه ها رو که ساختم هنوزم میگم، بازم میگم، در آیندم خواهیم گفت، فقط به خاطر اینکه تبلیغی باشه برای این کانال، چون هیچ راه دیگه برای تبلیغ کردن این کانال و اینکه توجه مردم رو به این کانال جلب کنم نبود. این یکی دیگه هم این دوستمون اصلا اینکه به این برنامه ها خیلی حساسیت پیدا کرده، وقتی که ما میگیم که این
ستلایت و کره ماه نرفتن و اینجور چیزا نیست و بند و بسد، میگه که خودش در احتمالاً در فساد در این رصدخانه چیز اونجا کار کرده و تلسکوپ کار گذاشته. اولا ببینیم مثلا رصدخانه یعنی چی؟ رصدخانه یعنی چی؟ اصلا رصدخانه هیچ معنی نمیده، چون رصد یعنی در کمین انداختن. خب در رصدخانه چیه؟ چه چیزی رو به کمین میندازی؟ حالا بس خوبه، در زبان انگلیسی میگوین observatory، یعنی observatory یعنی جایی که اشیاء و پدیده ها رو مشاهده میکنن، مشاهده برای نگاه کردن. ولی رصدخانه هیچ معنی نداره. بعدش در این رصدخانه تلسکوپ کار گذاشته. با این تلسکوپ مثلا سیارات در شب اونم سیارات مثل مریخ در شب دیدن. برادر من، ما خودمون تو این کارا هستیم، دنبال این مسائل رفتیم. وقتی که شما با یک تلسکوپ یا یک دوربین یک چیزی را نگاه بکنید، اون پدیده یا اون شیئی بایستی در مسیر دید شما باشه که شما بتوانید اونو با دوربین به نزدیک بیارید و بزرگتر کنید و ببینید. ولی چیزی که در مسیر دید شما نیست، چطوری میتونید اونو نگاه کنید؟ چطوری میتونید با دوربین اونو نگاه کنید؟ حتی میکروسکوپ بایستی یه چیزی زیر میکروسکوپ باشه، در مسیر دید میکروسکوپ باشه که دیده بشه. در مسیر دید میکروسکوپ نباشه که دیده نمیشه. شما این میکروسکوپ رو نگاه کنید چیزی نمیبینید. ولی وقتی که یه قطره خون رو زیر میکروسکوپ میذارید، در مسیر دید میکروسکوپ میذارید، قطره خون رو میتونید بزرگتر ببینید. حالا شما سیاره مریخ خود در روز که هیچ، در شبم که تاریکه، شما چطوری سیاره مریخ خود در شب دیدید یا اون سیاره های دیگه که بتونید با تلسکوپ نگاش کنید؟ یکی هم این که تلسکوپ از دو تا شیشه درست شده، دو تا ذره‌بین. خب هیچ چیزی که از دو تا ذره‌بین درست شده چطوری میتونه فاصله های مثلا 10-15 کیلومتر، نمیگم 300,000 و 500,000 کیلومتر، 5-6 کیلومتری 10 کیلومتری رو ببینه؟ اصلا امکان نداره. 20 کیلومتری اصلا امکان نداره. شیشه است، ذره‌بینه. من در اینجا عکسشو ندارم که نشون بدم داخل میکروسکوپ که چی است، ولی خب دو تا ذره بینه، البته به شکل‌های مختلف درستش میکنن برای راحتی کار، برای اینکه راحت طرف تو تلسکوپ ببینه. یه عدسی اضافه درست میکنن دیگه، از اون بالا نگاه میکنه، مجبور نیست بره زیر تلسکوپ نگاه کنه. یکی از این رصدخانه ها میگوین که در خرم آباد، اسمش رصدخانه کاسینه یا همچین چیزی. بعد این مدرن ترین چیزه، رصدخانه خاورمیانه است، و برای کاری نداریم. این رصدخانه که میگن، الان من در اینجا یه عکس نشون شما بدم، میگن یه رصدخانه هست در سمرقند 600 نمیدونم 500-600 سال پیش درست کرده. به این رصدخانه میگوین اولوغ بیگ. من عکسش نشون بدم اینجا، رصدخانه اولوغ بیگ. برادر من، 600 سال پیش نه دوربین بوده، نه تلسکوپ بوده، نه هیچ. چطوری رفتن اینجا و ستاره ها رو مشاهده کردن، سیارات رو مشاهده کردن، رفتن زیر زمین،
خب در داخل این، در زیر این، در زیر زمین ستاره چطوری پیدا میشه؟ هیچ کجا پیدا نمیشه، زیر زمینه. چطوری تو این زیر زمین شد ستاره ها رو دیدن؟ نمیدونم سیارات رو دیدن با چی دیدن؟ خب اگه قرار باشه برن زیر زمین ببینن، همین بالا و میسادن ستاره ها رو بهتر میدیدن که زیر چطوری از زیر زمین ستاره رو دیدن. آره این اولف بیک 600 سال پیش اینو درست کرده، ستاره شناس بوده، رصدخانه اولف بیک. این معلومه که این داستان خرافیه، یه داستان مندرآوردیه. بعدش میگن این رصدخانه کاسین در خرم‌آباد مدرن‌ترین رصدخانه خاورمیانه است. خب در این مدرن‌ترین رصدخانه خاورمیانه یک تلسکوپ گذاشتم. خب با این تلسکوپ چی رو میتونی ببینید؟ این یه تلسکوپی که تو بازار هست، تو بازار اینو خریدن. تو این کمپانیای دوربین سازی مثلا دوربین کنن، خب بری اونجا انواع اقسام تلسکوپ ها دار، از 20,000 دلار گرفته تا 300 دلاری میتونی اینا رو بخری. اینا رفتن از اونجا خریدن، با اون دارن چیز میکنن. چی رو میبینن؟ در روز که چیزی دیده نمیشه، شبم تاریکه. از وقتی که تاریکه چطور میشه؟ در این سوراخی که باز کردن، از این سوراخ یعنی مثلا سیاره مریخ رو میبینن. همچنان که گفتم تو بایستی سیاره مریخ رو اول دفعه جاش رو بدونی، با چشم ببینی، بعد میتونی با تلسکوپ نگاش کنی یا با دوربین نگاش کنیم. وقتی که تو سیاره مریخ و سیاره نپتون و پلوتون رو نمیدونم از اینجور چیزا رو نمیبینی، چطوری میتونید تلسکوپت رو در مسیر اینها قرار بدی و اینها رو ببینی؟ اونم این تلسکوپ. شما با همین تلسکوپ، حالا نمیگم فاصله 300,000 کیلومتری، 500,000 کیلومتری، 5 کیلومتر، در فاصله 5 کیلومتری تو روز روشن در یک خط مستقیم یک جاده رو در نظر بگیرید، 5 کیلومتر تلسکوپ در ابتدای جاده کار بذارید، در انتهای جاده یه تابلو بذارید، یک خط 10 سانتی متری، همون یک خط معمولی با ماژیک روی این تابلو بکشید، با این تلسکوپ نگاه کنید، ببینید اصلا میتونید این خط رو ببینید؟ اصلا نمیتونید. چطوری وقتی که در فاصله 5 کیلومتر دیگه خط رو نمیتونید ببینید، چطوری یک ستاره رو در فاصله 500,000 کیلومتری میتونید ببینید؟ با این هر فروشگاه کنینی که بری یا اون مارکای دیگه، حالا هرچه اسمشون هست، بری ببینید در بیرون گذاشته. خب اگه قرار باشه هر چیزی رو یه خانه براش درست کنیم، اسمش رو بذاریم رصدخانه، خب این که در بیرون گذاشته، این شاید هم مدلش از اون مدل، از این مدل که در رصدخانه کاسین به قول خودشون هست که پیشرفته تره. همچین چیزایی نیست، اصلا رصدخانه وجود ندارد. حالا اسمشو گذاشتن، یه خانه درست کردن، یه گنبد روش درست کردن که آره این رصدخانه، ولی توی این رصدخانه چی رو میخوای نگاه کنی؟ یه تلسکوپ گذاشتن، با این تلسکوپ، خب اینم که در بیرون هست دیگه، چرا اسم اینجا رو نذاشتن رصدخانه؟ چون خانه نداره و یه چیز گنبدی روش نیست. همه اینها تخیلات ما که داریم این مسائل رو مطرح میکنیم، خب خیلی انتقاد میکنن، هنوز ما اول کاریم ولی خیلی انتقاد میکنن. خب این مثل این میمونه که شما یک کتاب مثلا 1000 برگی رو بخونید، هنوز 3-4 برگ اول رو نخوندید،
کل کتاب رو نقد کنید. آقا شما هزار برگ کتاب رو بخون، کل کتاب رو بخون، بعد نقدش کن. وقتی هم نقد میکنی بایستی هزار برگ یک کتاب هزار برگی رو بنویسی و اونو نقد کنی، اون کتابی که میخوای نقد کنی اونو کتاب، اون کتاب رو نقد کنی. اینطوریه، وگرنه که نمیشه دو سه برگ اولو که خوندی بگی آقا این کتاب برش کن به در نمیخوره، بندازه تو سطح آشغالی. آقا تو بخون، تو هنوز تمامش نکردی، سه برگ خوندی، چطوری اینو نقد میکنی؟ این برنامه هم همینطوریه، ما هنوز اول کاریم. همین برنامه که من الان دارم میخوام اجرا کنم، سه روزه شاید چهار روزه دارم روش کار میکنم که چی بگم چی نگم، مدارک جمع کنم. برای نیم ساعت صحبت کردن، حالا شما چطوری میخواید اینو؟ تمام این زحمات ما رو در یک جمله نقد کنی، این که نمیشه برادر من. اگر شما میخواید نقد کنی، ما داریم اینا رو جز به جز داریم نقد کنیم. شما هم یک کانال یوتیوب دارید، شما هم یوتیوب درست بکنید، ویدیو کلیپ درست کنید و این مسائل رو جز به جز نقد کن. راهش اینه، نه اینکه مثلا اصلا شما اشتباه میکنید، شما اینید، شما اونید، این که نمیشه. شما نمیتونید کاپیتال مارکس رو همینطوری بگیرید، دو سه برگ ازش خوندید و دیدید نه نمیشه بندازید تو سطح آشغالی، بعد بگید گور پدر مارکس اصلا هرچی گفته چرت و پرت گفت، این که نمیشه. شما تمام کتاب کاپیتال مارکس رو بخون، ببین چی گفته، بعد نقدش کن. برحال باز هم میگم اون چیزایی که من درباره این اسلام و اینجور چیزا گفتم از کتاب های تاریخی و از اون چیزایی که شنیدم درباره این مسائل در واقع نقل قول کردم، اونا رو درست کردم تنها به خاطر اینکه نظر مردم رو به این کانال جلب کنم. تنها جلبه تبلیغ برای این کانال بود، نه اینکه مثلا من بیام چیز کنم. هنوزم از اونا میتونم بگم. به هر حال اکنون بپردازیم به اینکه اصلا از ابتدا چطوری این تلگراف و نمیدونم تلفن و بی سیم و اینجور چیزا اصلا درست شد و سرانجام مثلا به این جی پی اس رسیده. خب خیلی ها براشون سواله این جی پی اس چطوری کار میکنه، ولی خب اینطوری تو مردم جا انداختن که آره این ستلایت یا ماهواره میگیره، بعد به این سلفون میده موج میفرسته یا نمیدونم فرکانس میفرسته هرچی به این سلفون و از طریق ماهواره است، از طریق ستلایته که این جی پی اس کار میکنه و ما میتونیم با اون آدرس ها رو پیدا کنیم. ولی همچین چیزی نیست، ما در این برنامه ها نشان خواهیم داد که اصلا همچین چیزی نیست. اصلا دستگاهی وسیلهی به نام ستلایت و یا ماهواره وجود ندارد. والا بپردازیم از اول ببینیم اصلا چی بوده. همچنان که گفتم من اینها رو به طور خلاصه میگم، وارد جزئیات اصلا نمیتونم بشم، چون اگه وارد جزئیات بشم مایسی برم وارد جزئیات فیزیک و مکانیک و شیمی و نمیدونم همه این چیزا بشم. خب این برنامه ها که هیچی تا صد سال دیگه اصلا تمام نمیشه. برحال ببینیم اینها اصلا از کجا شروع شده، از کجا آغاز شده. تجربه انسان ها، کار انسان ها، فعالیت انسان ها سبب شده که انسان ها به این پی ببره که اشیا و پدیده ها صوت و یا صدا را منتقل میکنه. برخی از پدیده ها
برخی از اشیا صدا رو خیلی ضعیف منتقل میکنن، ولی بعضی ها خیلی صدا رو خیلی قوی منتقل میکنن. برای نمونه شما مثلا از یک مقدار مواد منفجره، مثلا یک کیلو TNT رو در هوای آزاد منفجر کنید، خب صدای این در هوای آزاد ضعیفتر به گوش میرسد. حالا کاری ندارم، بستگی به اون داره که در کجای این انفجار وایسادید، ولی به هر حال، ولی اگر همین TNT رو، همین یک کیلو TNT رو در داخل مثلا دریا منفجر کنی، صداش خیلی 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 قوی تره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه آب صدای انفجار رو منتقل میکنه. حتی آب هم صدای انفجار و در واقع صوت رو منتقل میکنه، انتقال میده. پدیده ها صوت و صدا رو انتقال میده و یکی از این پدیده ها فلزات است. فلزات خیلی سریع و قوی صدا رو انتقال میدن. برای مثال شما یه تیک سیم رو به اندازه 10-12 متر در دست بگیرید، یک سر سیم رو در دست خودتون نگه دارید و اون سر سیم رو در 10-12 متری بدید به یکی از دوستاتون و آشناهاتون هرچی. بعد اون آشناهاتون این سر سیم رو بذاره در گوشش، شما از این بر یک ضربه، حالا با هرچی، یا با انگوش یا با نمیدونم یک وسیله دیگه، یک ضربه به این سر سیم که در دستتون هست بزنید، اون یکی دیگه صدای این ضربه رو میشنوه، حتی از ضربه خیلی خیلی یواش. و یا اینکه همه شما تار رو دیدید، همه شما تار رو دیدید، تار از 6 رشته سیم درستش میکنه. وقتی که شما به این سیم یا به این سیم ها ضربه میزنید، صدا میشنوید. چرا صدا میشنوید؟ به خاطر اینکه صدا تار، سیم های تار این صدا رو منتقل میکنن، منتقل میکنن به هوا هیچی و از خودشون هم منتقل میکنن. یعنی از روی این سیم این صدا نه تنها در هوا منتقل میشه، بلکه روی خود سیم هم منتقل میشه. برای همینه که اون سر تار طرف با انگشتش روی این چیزا میزنه، از این ور ضربه میزنه به چیز، حالا با یه وسیله هست بهش میگن زخمه، در فارسی یه وسیله خیلی کوچیکیه، یا با ناخون یا با انگشت یا با هرچی بالاخره ضربه میزنی. اون سر دیگه یه تار، کسی که تار میزنه با انگشتش روی این میاد و میره، در نتیجه صداها تغییر میکنه. چرا صداها تغییر میکنه؟ چرا انگشتاشو میذاره؟ به خاطر اینکه صدا روی این سیم ها جریان پیدا میکنه، منتقل میشه به اون سر سیم، و اون سر سیم چون این انگشتاشو روش میذاره، در نتیجه صداها فرق میکنه. بنابراین انتقال صوت و یا صدا به وسیله اشیا و مخصوصا فلزات آغاز اختراع تلگراف است، و نه تنها آغاز اختراع تلگراف هست، بلکه آغاز اختراع بی سیم، تلفن، واکی تاکی، همه این چیزا نیز هست. انتقال صوت به وسیله سیم که به وسیله فلزات که به شکل سیم در میارن. همچنان که گفتم فعالیت انسان، فعالیت بشر سبب شده که به اینها پی ببره. خب اینها یه چیز طبیعیه، هر روز ما کار میکنیم، انسان ها کار میکنن، فعالیت میکنن، در نتیجه به این پی میبرن.
و وقتی که به این پی میبرند که فلزات بهتر صدا رو انتقال میکنن، حالا شاید هم فلز اصلا به صورت سیم درست نکردن، ولی خب بالاخره با وسیله مثل یک شمش، مثل یک مثلا یه میله هرچه، و حتی نخ، شما حتی نخو به اندازه 3-4 متر مثلا درست کنید، بعد اینو بکشید، بعد یک ضربه بهش بزنید، خب این صدا پخش میکنه. وقتی که انسان به این پی میبره که فلزات صدا رو خیلی بهتر و قویتر منتقل میکنن، انتقال میدن، و هنگامی که فعالیت انسان سبب میشه که از فلزات سیم درست کنن، سیمو که درست میکنن میبینن که سیم خیلی راحت صدا و صوتو انتقال میده. و هنگامی که به این پی بردن که سیم خیلی راحت صدا رو انتقال میده، یعنی هادی صدا هست، در گذر زمان رفته رفته، اینا که همش یه روز و دو روز و یه سال و دو سال و اینجور چیزا نبوده، به مرور زمان معلوم نیست، شاید 3 سال طول کشیده، 4 سال طول کشه، یواش یواش رفته رفته اینها شکل میگیرن، و به جایی میرسه که پی میبرن که اگر یک سیم را در یک اتاق نگه دارن و اون سر سیم به اتاق دیگر چیز بکنن، کسی که در این اتاق هست ضربه میزنه، اون کسی که در اون اتاق دیگه هست ضربه به سیم میزنه، اون کسی که در اتاق دیگه هست صدای ضربه رو میشنوه با وسیله همون سیم. فعالیت انسان ها، کار انسان ها، کوشش انسان ها رفته رفته در گذار زمان سبب میشه که به این پی ببرن که هنگامی که یک کاسه کوچک به اون سر سیم وصل کنن، کسی که در این اتاق داره به سر سیم ضربه میزنه، اون یکی دیگه که کاسه رو به سر سیم وصل کرده صدا رو بهتر میشنوه. و نه تنها به این پی میبرن، بلکه به این هم پی میبرن که اگر دو سر سیم و یک کاسه فلزی، حالا که شاید هم فلزی نباشه هرچی، بالاخره یک کاسه وز کنن، اون سر سیم هم یک کاسه کوچک وز کنن، هنگامی که یک نفر به این ضربه میزنه، اونی که در اون اتاق دیگه هست صدا رو میشنده، و اونم به کاسه ضربه بزنه، اینی که دیگه در اتاق هست اونم صدا رو میشنده. اختراع تلگراف از اینجا شروع شده. حالا میگوین فلانی اختراع کرده و نمیدونم اینجور چیزا، به نظر من اینطوری نیست، اصلا مردم رو این کار کردن. حالا شاید یه نفر اصلا بر حسب اتفاق به این پی برده، ولی خب کسی که روی این کار کرده، این مسئله کار کرده، متوجه این قضیه شده، اینو گرفته تکمیلش کرده. کاری به این نداریم که چه کسی اینو اختراع کرده چه کسی اونو اختراع نکرده. به نظر من اختراع اصلا مختص به یک فرد نیست، چون اختراع یواش 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 شکل گرفته. اینطوری نبوده که یه نفر بیاد یه دفعه ناگهان شب بخواب صبح بلند شد تلفن رو اختراع کنه، که اینطوری نبوده، یا موتور ماشین رو اختراع کنه، که اینطوری نبوده. همه اینها در گذار زمان سالها طول کشیده تا رفته یه چیزایی به دست آوردن. مثلا میگوین که ادیسون برق اختراع کرده، در حالی که اینطوری نبوده. کسان دیگری پیش از ادیسون روی این مسائل کار کردن، ولی خب ادیسون به انجامش رسنده، در نتیجه اختراع برق به نام ادیسون تمام شده. پس بنابراین دیدیم که اینطوریه، سیم باعث انتقال صدا میشه.
و چون دیدن سیم باعث انتقال صدا میشه به شیوه های مختلف وسیله وز کردن کاسه و بند و بسط و این چیزا، اومدن یک دستگاه رو اختراع کردن به وسیله، یعنی درست کردن، حالا اختراع کردن یا درست کردن کاری نداریم، به وسیله این دستگاه صدایی رو که منتقل کردن مسیر بیشتری رو پیموده است. مثلا فرض کن اگر قبلا 10-12-15 متر این صدا منتقل می شد، یه دستگاهی رو درست کردن که به وسیله سیم این صدا رو مثلا 50 متر منتقل کنه، 100 متر منتقل کنه. و هنگامی که اینو درست کردن، خب این یک پیشرفته، همینطوری این پیشرفت شکل گرفته. یک دفعه تلگراف که اختراع نشده، یواش یواش وقتی که این شکل گرفته، خب اسمشو گذاشتن تلگراف. اصلا از اول هم همین انتقال و صدا رو اسمشو گذاشتن تلگراف. حالا کاری به واژه نداریم که میگن یونانی، یونانی نیست، اصلا خود انگلیسیه. به هر حال اسمشو گذاشتن تلگراف. و این تلگراف روز به روز پیشرفت پیدا میکنه، روز به روز تکامل پیدا میکنه. در نتیجه به جایی میرسه که یه دستگاه اینطوری درست میکنن برای راحتی کار. این دستگاه همچنان که میبینید یک میله افقی داره. میبینید این میله رو زیر این میله یک فنر گذاشته. این در واقع کار فنره که وقتی که اینو فشار میدن ول کنن، این دوباره این میله رو میبره بالا. بعد اومدن یک سر سیمو به اینجا وصل کردن، به این انتها. اون سر سیمو بردن مثلا 50-60 متر 100 متر هرچی اون بردن. بعد اون یه نفری که اینجا وایساده ضربه زده، یه ضربه زده، این سیم از اینجا خب ضربه میخوره به این دیگه، این بلند میشه مثل چاکوش میخوره به اون، اونم ضربه با وسیله سیم منتقل میشه به 50-60 متر 100 متر اون ورتر. میبینن که صدا راحت تر منتقل میشه. و چون اینو دیدن صدا راحت تر منتقل میشه، به وسیله همین پیام فرستادن. چطوری پیام فرستادن؟ حالا اسمشو گذاشتن مورس. حالا من کاری به این ندارم که مورس اینو اختراع کرده یا هرچه، همچنان که گفتم اینها در گذار زمان رفته رفته تکامل پیدا کرده. خب وقتی که اینو درست میکنن، خب میتونن به وسیله به اینم پی میبرن که به وسیله همین دستگاه، به وسیله همین ضربه میتونن مکالمه کنن. اما مکالمه ای که بدون صدا است، فقط به وسیله ضربه است. مثلا برای خودشون اینطوری چیز کردن، مثل همون حرف رمزی که الان امروز میگوین حرف رمز، همینطور مثلا گفتن یک ضربه یعنی سلام. مثلا میگم یارو رفته اینجا یه ضربه زده، اون یکی شنیده یعنی سلام، اونم از همون ور همون ضربه رو زده، چون از اونجا به این وز کرده، یک ضربه زده یعنی سلام. یا مثلا گفتن دو ضربه یعنی چطوری، دو ضربه زده یعنی چطوری. مثلا اون یکی دو ضربه زده بعد یه مکس کوچک کرده، یه ضربه دیگه زده، یعنی کلن سه ضربه فرستاده به این، یعنی من خونم تشکر، مثلا همچی چیزی. به وسیله یه صدای این چیز، ضربه هایی که به این سیم زدن، با هم دیگه مکالمه کردن، با هم دیگه گفتگو کردن. یعنی در واقع به یه گفته دیگه به صورت رمز با هم دیگر مکالمه کردن. داستان اختراع تلفن از اینجا آغاز می شود. و همچنین خب مردم در حال فعالیتن، انسان ها در حال فعالیتن،
به یه چیزای دیگه ای پی میبرن در گذر زمان. به خاطر اینکه این مسئله یه خورده شاید برای خیلی پیچیده باشه و همچنین به خاطر اینکه خسته کننده نباشه، من در اینجا این برنامه رو به پایان میرسنم. در برنامه آینده به ادامه مطلب خواهیم پرداخت. تا برنامه آینده شاد زی، شاد کن باشید.